هشتم مهر ماه بیمارستان پورسینای رشت، عده‌ای با قمه در این بیمارستان در حال نزاع هستند. دهم مهر ماه و تنها دو روز بعد حمله کنندگان به بیمارستان در سطح شهر چرخانده می شوند. مردان نقابدار نیروی انتظامی مدام بر سر این متهمان می کوبند و به زور سر آنها را بالا نگه می دارند. این نمایش وحشت در روزهای گذشته در چند منطقه تهران از جمله مشیریه هم ادامه داشت. در ویدیوهای منتشر شده دستگیر شدگانی که مورد خشونت مردان نقابدار نیروی انتظامی هستند، بارها و بارها ابراز پشیمانی می کنند. مردانی که در خیابانها چرخانده می شوند، البته متهم به اعمال خشونت با شهروندان جامعه هستند. اما هنوز خبری از دادگاه و روند دادرسی آنها منتشر نشده. این اعمال بدون تردید عمل مجرمانه هستش. در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی، نه اون که در سال 75 تصویب شد و نه اون که در سال 92 اون قسمتش تصویب شد، اجازه داده نمیشه که کسی رو مأمور به جز اون چه که در مجازات هست که یا شلاق هست و یا حبس هست، نوع دیگری مجازات کنه. من بخشی از این کلیپ ها رو که دیدم کسی رو با کفش دارن تو سرش میزنن و بنابراین این عمل کاملا مجرمانه هستش. باید مجازات رو قانون تعیین بکنه، نه افراد، که این هرج و مرج رو نتیجه خواهد داد. اگر که شما ناراحتید یا عصبانی هستید، از مجاری قانونی بخواهید که مجازات این افراد تفاوت بکنه، تغییر بکنه. اما اینکه خودتون مجازات بکنید، این کار غلطی هست و مایه هرج و مرج خواهد شد. اما هدف از این نمایش وحشت در خیابان‌ها و انظار عمومی چیست؟ جانشین پلیس تهران میگوید این افراد موبایل قاب نبودند، اراذل اوباشی بودند که از مردم زورگیری می‌کردند. پلیس آنها را دستگیر کرده و برای عبرت دیگران آنها را در محل چرخاند تا همه بدانند این افراد هیچ قدرتی ندارند. بسیاری اما میگویند چنین رفتاری از جانب پلیس و تنبیه متهمی که هنوز دادگاهی نشده، آن هم در خیابان، میتواند به خشونت بیشتر در سطح جامعه دامن بزند. میگویند ریشه خشونت اولیه باید بررسی شود. مدت هاست تصاویر کیف قاپی، باجگیری و خشونت های فیزیکی در فضای مجازی و یا حتی خبرگزاری ها منتشر می شود. بعضی معتقدند افزایش این درگیری ها و حمله به شهروندان در خیابان ها ریشه در وضعیت بد اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم دارد. شرایطی که در سالهای اخیر به دلیل فشار تحریم ها و فساد اقتصادی نهادینه شده هر روز وخیمتر هم می شود. اما آیا رفتار خشونتبار و تحقیرآمیز با بازداشت شدگان، چه مجرم باشند چه نه، مسئله را حل می کند؟ مریم افشنگ، بی بی سی.